سلام دوستای عزیزم، چطورین؟ امروز اومدم با یه آموزش خیلی کاربردی. تا آخر ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. من از اونجایی که خودم عاشق غذای فست‌فودیم و خیلی وقتا نمیشه خب آدم بره بیرون بخواد غذا سفارش بده یا حالا مثلا شرایط نداره و اینا، این غذا رو خودم تو خونه درست میکنم. یه غذای محبوب که خیلی دوستش دارم پیتزاه، دیگه فکر کنم همگی میدونن. حالا برای درست کردن پیتزا شما نیاز دارید به خمیر پیتزا. خیلی آماده میرن تهیه میکنن از اون چیزای آماده. بچه ها ببخشید بذارین اینو من اینو سایلنتش کنم، حواس منو پرت نکنه. از اونجایی که میرید بیرون خیلی خب خستن، وقت ندارن، میرن آمادهش رو تهیه میکنن. ولی من میخوام تو این آموزش بهتون یاد بدم خودتون تو خونه یه خمیر جادویی عالی درست کنید که هم میتونید برای شیرینی، هم میتونید برای حالا پیتزا، خمیر پیتزا یا پیراشی یا هر چیزی که فکر کنید ازش استفاده کنید. کلی بخاطر میگم خیلی گفتم کلی، خیلی این خمیر خوش دسته، فوق العاده طعم عالی داره و اصلا وقتتون هم نمیگیره. فقط اینکه قبل از اینکه بخواید درستش کنید، مواد مورد نیازش هم خیلی ساده است، تو دسترس راحت میتونید تهیه کنید. به نظر من اگر بخواید یک بار این خمیر رو انجام بدید و درست کنید تو خونه، دیگه عاشقش میشید. یعنی امکان نداره که بخواید برید بیرون یا از این نونوایی‌ها خمیر تهیه کنید یا اینکه حالا از اون خمیرهای آماده که بسته‌بندی شده داخل یخچال هست بخواید از اونها استفاده کنید. من که اینو درست میکنم از اون موقعی، من یه چیز قبلش بگم بهتون، راستش قبل از اینکه بخوام اینو درست کنم اصلا برام عجیب بود که آدم میتونه مگه تو خونه هم یه خمیر پیتزا خوب درست کنه و فکر میکردم از پسش بر نمیام. اما از اونجایی که این دستور رو از یه دوست خیلی عزیزی که کلن کاراش حرف نداره تهیه کردم، بعد از اون هر وقت درست، یعنی یه بار درست کردم دیدم فوق‌العاده شد، دیگه بعد از اون خودم خونه پیتزا درست میکنم. ولی اگر عجله‌ای باشه، جایی بخوایم بریم بیرون، دیگه پیتزا رو آماده میخوریم. حالا این نه اینکه فقط برای پیتزا باشه، گفتم پیراشکی و اشترودل و هر چیزی که فکر کنید. ما برای درست کردن این خمیر خوشمزه، من نمیدونم چرا نوتیفیکیشن برام میاد. خب از اونجایی که این خمیر رو میخواین درست کنین، چیا نیاز دارید؟ ما نیاز داریم به آرد، آرد قنادی. بچه ها آرد، وقتی میگم آرد، نرید از نونوایی ها تهیه کنید، این همه فروشگاه قنادی هست، شما به راحتی میتونید از لوازم قنادی این آرد رو تهیه کنید. حالا آردا اسمای مختلف دارن، بعضیا میگن سه صفر، بعضیا میگن نول، فکر کنم نول میگن. خلاصه برید قنادی، برید لوازم قنادی بگید آرد میخوام دیگه، اونا همین آرد رو بهتون میدن. حالا اگر برای شیرینی‌های حساس میخواین درست کنید، حتما باید بگید آرد سه صفر یا آرد نول، وگرنه این آردیه که برای همه غذاها، برای همه چی میشه ازش استفاده کرد. نیاز داریم به شیر، روغن، بچه داخل این نمک بازش کنم، فکر نکنید چیز دیگه ریختم این تو، چرا باز نمیشه نمک. خمیر مایه، حالا این مارکش رو که دارید میبینید یه مارک خارجیه، میتونید از سوپرمارکت هایی که چیزهای خارجی دارن، حالا جاهایی که حالا اینجوری یک ذره لاکچری، یعنی اینو تهیه کنید. منتها من یه چیزی کردم، یه کاری کردم، میگن یه چیزی میگن الان یادم رفت، نه یادم بزنین بگم دیگه، اون من میگم شما معنی حرفامو ببینید که متوجه شدید چی منظورم بود. این خمیر مایه خارجیه، بعد از اونجایی که خیلی گرون شده من دیگه نمیخرمش. این ظرفشو قبلا داشتم، من از لوازم قنادی اگه همکارم بیاد از نزدیک بهتون نشون بده خمیر مایه تهیه میکنم، خیلی قیمتش پایین تره، فله ای میفروشن، اونو تهیه میکنم و داخل این ظرف میریزم بمونه دیگه، اینجوری تو ظرف دربسته است و خیلی خوبم میمونه. هیچ فرقی هم به نظر من که هم خارجیشو استفاده کردم هم ایرانیشو، به نظر من خیلی نمیشه گفت فرق داره. حالا شاید یه مقدار تو کیفیت و اینا باشه، ولی باور کنید که اینم قیمتش هم مناسبه، هم راحت‌تر میتونید استفاده کنید. من اینو دیگه میگیرم، دیگه خارجیشو نمیگیرم. و یه نکته‌ای هم که برای این خمیر مایه باید بهتون بگم اینه که شما اینو میتونید داخل فریزر نگهداری کنید. اگر داخل فریزر بذارید مدت زمانی که میتونید ازش استفاده کنید بالاتر هم میره، خیلی خوب داخل فریزر میمونه. اینم یه سری از دوستای اینستاگرامی بهم گفتن داخل فریزر بذار و من از وقتی که گذاشتم
باور کنید که کیفیتش هم پایین نیومده. خیلی ها میان میخوان اینم بگم دیگه بهتون، آره دیگه همه رو بگم که نکته ها یادتون بمونه. خیلی ها میان خمیر پیتزا درست میکنن بعد میگن خوب پف نکرده، کیفیتش مثلا خوب نبوده و اینا. خیلی بستگی به این خمیر مایتون داره. خمیر مایه اگر کهنه باشه خوب عمل نمیکنه، ولی اگر شما از لوازم منادی که معتبره بخواید تهیه کنین داخل فریزر بذارین با کیفیت میمونه، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. پس به این نکته خواهشاً توجه کنید. اینم شکره، به شکر نیاز داریم. تخم مرغ، بچه‌ها این تخم مرغ چون محلی بود من دارم دوتا استفاده میکنم کوچیکه. اگر شما دارین تخم مرغ روز استفاده میکنید یه دونه بزرگ استفاده کنید کافیه. من چون خیلی کوچولو بود دوتا دارم استفاده میکنم. هر گفتم آره دیگه. بعد به یه پلاستیک از این فریزرها من بازش کردم، یه دستمال تمیز و ظرف نیاز داریم. اولین کاری که میکنیم، من میخواستم چون گفتم اگر بخوام خیلی سریع توضیح بدم امکان داره از خاطر خیلیاتون بره، شیر رو داخل لیوانی که حالا چیز دیگه، لیوانی که چای و اینا میخوری، لیوانی که نسوزه نشکنه، خب یک لیوان سرخالی شیر رو نیاز داریم. خب از اونجایی که شیر رو استفاده میکنیم میذاریم یخچال سرد میشه، ما اصلا قرار نیست از شیر سرد استفاده کنیم. من این شیر رو میذارم داخل سولاردام ولرم بشه، جوری که نه خیلی داغ باشه نه خیلی سرد باشه، جوری که دستتون رو میندازین داخلش انگشتتون رو نسوزه ولی گرماش رو احساس کنید. من اینو میذارم داخل سولاردام. اولین اقدام هم همین کار، یعنی اول باید شیر رو شما سر و سامون بدید، حتما باید ولرم باشه. اچه به این حالت دستم تمیز ها، انگشتتون رو بندازین داخل این لیوان شیر ببینید که داغ مثلا ولرم باشه دیگه. بعد از اینکه اینطوری بود شما سه قاشق، همکارم از نزدیک بهتون نشون بده، سه قاشق مرباخوری ما خمیر مایه داریم به این شیر اضافه میکنیم، همچنین یک قاشق شکر. خب بچه یه نکته اینجا بازم بهتون بگم، میگن که به هیچ عنوان قاشق فلزی داخل این خمیر مایه نباید بندازیم وگرنه خوب عمل نمیاد. به خاطر همون من از این قاشق چینی دارم استفاده میکنم، یه کوچولو نه خیلی، یه ذره اینجوری همش بزنید این یکم مخلوط بشه، اصلا خیلی نیازی نیست. خب بعد با یه ظرفی روش رو بپوشونید مثل این نلبکی، من اینو میذارم روش اینجوری، اجازه میدم یک روب حدودم بمونه تا به عمل بیاد. به عمل اومدن چجوریه؟ اینه که این حالت رو دیدین که چجوری بود، کاملا کف میکنه بالاش. خیلی وقتا من یه مقدار که شیر رو جا به جا میریزم اونقدر کف میکنه که همه میریزه پایین. خب اینو شما دقت کنید، لیوانی رو استفاده کنید، یه لیوان استاندارد، حالا یه لیوان منظورم همون لیوان فرانسه است، یه لیوان نیاز داریم ولی سرخالی. وقتی خمیر مایه میریزید قشنگ عمل میکنید میاد بالا، حواستون باشه. اینو من میذارم کنار. تو این یه رو ما چی کار میکنیم تا اون به عمل قراره بیاد؟ ما قراره این سفیده های تخم مرغ رو استفاده کنیم. من یه ظرف آوردم که سفیده شو دیگه. ببینید به این خمیر مایه ما اصلا نیاز نداریم، این شیرم همینطور، چیزایی که احتیاج داریم ایناست. خب من سفیده تخم مرغ احتیاج دارم، گفتم یه دونه تخم مرغ کافیه. اما اگر شما هم قراره مثل من تخم مرغ محلی رو استفاده کنید که خیلی کوچولوه، اگه دوتا هم استفاده کنید ایراد نداره. بعد اینو میتونید اگر مثلا حالا اشترودل مثلا میخواین درست کنید، یا حالا چیزایی که پیراشکی میخواین درست کنید که نیاز داره روش و رومال کنید، این زردها رو میتونید برای اون کار استفاده کنید. دور نریزید. به سختی دارم این سفیدش رو جدا میکنم. ای بابا بیا دیگه. خب ترسم زردش بشکنه. وای 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 وای. خب به سختی جدا شد. اینم از این. خب سفیده تخم مرغ داریم،
دوباره از همین قاشق استفاده میکنیم. ما کلا 3 قاشق مربا خوری، حالا داخل کپشن هم مقدار رو براتون مینویسم، 3 قاشق شکر نیاز داریم مربا خوری منظورمه. 1 قاشقی که اونجا ریختیم، 2 قاشق دیگه ازش میمونه که اینجا میریزیم. نمک چقدر احتیاج داریم؟ نمک تقریبا میشه گفت نوک قاشق مربا خوری، اونقدر زیاد هم نیست. ببینید اینم از نمکمون و 6 قاشق غذاخوری ما روغن مایه استفاده میکنیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6. خب یه اینا احتیاج ندارم، من میذارمشون کنار. موادی که برای این خمیر مایه استفاده میکنید ببینید کاملا در دسترس، راحت میتونید تهیهش کنید. حالا ما این مواد رو اینطوری هم میذاریم، مخلوطش میکنیم. بعد از اینکه مخلوط کردیم، تا اون موقع هم خمیر مایه به عمل اومده ازش استفاده میکنیم. بچه ها خیلی ها وقتی خمیر مایه به عمل میاد یه چند قاشق آرد بهش اضافه میکنن، هم میزنن بعد داخل ظرف میریزن، میگن اینجوری مثلا چی میگن یه دست میشه، ولی من برام فرقی نمیکنه. من بعد از اینکه این مواد رو مخلوط کردم، خمیر مایه به عمل اومد، اینو مستقیم بهش اضافه میکنم، بعد آرد رو اضافه میکنم. مقدار آردی هم که شما استفاده میکنید کاملا بستگی به موادتون داره. ببینید من الان 2 تخم مرغ استفاده کردم، چون تخم مرغم خیلی کوچیک بوده. امکان داره شما 1 تخم مرغ استفاده کنید، یا امکان داره اون شیری که میخواین استفاده کنید از نظر شما 1 لیوان باشه، ولی حالا یکم کمتر یا یکم بیشتر. همه اینا باعث میشه که شما مقدار آردی که استفاده میکنید مقدارش پایین بالا بره. حدودا ما میگیم 3 پیمانه استاندارد آرد نیاز داریم سرخالی. حالا امکان داره از 3 پیمانه یه مقدار بیشتر بشه یا کمتر. به خاطر همون وقتی میخواین شما آرد رو اضافه کنین، 2 پیمانه رو کامل با خیال راحت اضافه کنین، ولی پیمانه سوم رو کم کم اضافه کنین. امکان داره اصلا 2 پیمانه و نیم استفاده کنین، ببینید خمیرتون کاملا عالی شده و به دست نمیچسبه، یا اینکه 3 پیمانه رو بریزید احساس کنید بازم چسبناکه، مجبور بشید یه مقدار دیگه از آردتون استفاده کنید. به خاطر همون مقدار آرد خیلی دقیق نمیشه گفت، ولی من حدودا 3 پیمانه رو میگم، شما حواستون باشه 2 پیمانه رو کامل بریزید و بقیه رو کم کم اضافه کنید. ببینید الان نگاه کنید کم کم داره به عمل میاد، کفش رو میبینید. حالا همکارم نزدیک بهتون نشون بده، حالا فعلا، حالا ببینید 10 دقیقه هم نشده، ولی ببینید کامل داره به عمل میاد. اگر زیاد ظرفش کوچیک باشه کامل میریزه پایین. من البته عادت دارم که اینجوری ریخت و پاش میکنم، اجازه میدم اون 10 دقیقه‌ش هم بگذره، بعد بهتون میگم که چیکار کنید. بعد از اینکه حسابی همش زدیم، خمیر مایه‌مون هم حاضر شد، همکارم بیاد نزدیک ببینید چه شکلی میشه. ببینید این حیفه ها، کاملا سعی کنید اینجوری برش دارید. بچه ها یه چیزی بگم، این یه بوی میشه گفت یه چی ترشی، یه بوی ترشی میده. خب میشه گفت ترشی دیگه، آره یه بوی میده، کاملا طبیعیه، اصلا نگران نباشید، چون خمیر مایه وقتی به عمل میاد اینطوریه. ولی زمانی که شما اینو قراره که بپزید، قراره داخل فر بذارید و استفاده کنید، دیگه به هیچ عنوان اون طعم و اون بورو نداره، خیالتون راحت. این وقتی اینجوری کف میکنه یعنی که خمیر مایه کامل به عمل اومده. و حتما هم سعی کنید زمانی که خمیر مایه رو میخواین به عمل بیارین، تو ظرف اینجوری شیشه ای یا حالا چینی استفاده میکنید. میگن که کلا ظرف هم فلزی باشه به عمل نمیاد. حالا من چون شنیدم اصلا انجام نمیدم، حالا شما دوست دارید امتحان کنید ببینید چطوره، درسته یا نه، حقیقت داره این حرف یا نه. ببینید اینجوری قشنگ مخلوطش کردم. حالا طبق اون حرفی که بهتون زدم، ما 2 پیمانه استانداردی که قراره اضافه کنیم، و یا اصلا میتونید از همون لیوان فرانسه استفاده کنید اگر پیمانه ندارید. ببینید به این صورت ما 2 پیمانه رو اضافه میکنیم. بعدش من علکم بردارم، اینو اضافه میکنیم، 2 تا رو من هم میزنمش که یه دست بشه.
از این همزندستی ها استفاده کنید خیلی کارتون راه میفته، چون دوتا پیمانه اول رو میتونید کاملا با این یه دست کنید، بعد سومی رو که اضافه میکنید دیگه میتونید از لیسک استفاده کنید. فکر کنم عادل اومده، من برم در رو باز کنم. پسر قشنگم اومده بچه. اینم دومین پیمانه اضافه میکنم با خیال راحت. ببینید قبلش یادم رفت بهتون نشون بدم که قشنگ یه دست میشه اینجوری دیگه. بعد که یه ذره خمیرتون سفتر میشه داره خودش رو جمع میکنه دیگه، به راحتی با این همزن دستی نمیشه همش زد. من دیگه تو این مرحله دوم سعی میکنم ببین اینجوری قشنگ یه دست شده، گلوله گلوله نشده. ببینی خب حالا دیگه از لیسک استفاده میکنم تو قسمت سومی که قرار آردو اضافه کنم. بچه شما هم لطفا اگر تجربه درست کردن خمیر پیتزا یا خمیر جادویی رو دارید برام بگید. این البته نمیشه گفت خمیر پیتزا، به این میگن خمیر جادویی، چون باهاش شما میتونید هر چیزی درست کنید. من هم با این چیز، با این خمیر، هم شیرینی پختم، هم میگم اشتردل، پیراشکی، پیتزا، حالا پیتزاهای مختلف. امروز سعی میکنم که اگر شد یه آموزش دیگه هم با این خمیر داشته باشم براتون که شما یاد بگیرید. ببینید سومی رو من دیگه کم کم اضافه میکنم، همه رو یهو نمیریزم، چون امکان داره که نیاز نباشه و خیلی سفت بشه. زمانی شما متوجه میشید که خمیرتون خمیر خوبیه که به دست نچسبه وقتی دست میزنید. من تو این مرحله هم از دستم استفاده نمیکنم چون کامل مشخصه دیگه، اینجوری بازم به دست میچسبه. نه نیاز هستش که من سومی هم کامل بریزم. چرا حالا میگم خیلی آرد نریزید؟ چون اگر آردتون زیاد باشه خمیرتون سفت میشه، خوش فرم و خوش دست نیستش، نمیتونید راحت بهش حالت بدید. این الان سه تا فکر میکنم یه مقدار دیگه نیاز باشه. اول خوب ورزش بدم، بعد از اینکه خمیر به این حالت رسید با دست حسابی ورزش بدید. من تو خیلی خوشم نمیاد میذارم تو دقیقه 90 از دستم کمک میگیرم. ببینید اصلا مشخصه دیگه، ببینید کاملا باز چسبنده است. من یه مقدار دیگه آرد اضافه میکنم. همه اینا هم بستگی میگم به اون مقدار شیر و تخم مرغ. حالا یه نیم پیمانه دیگه دارم اضافه میکنم ببینم چطوره. یه کم کم باید دست به کار شم و دستم استفاده کنم. خلاصه که شما هم تجربیات خودتون رو برام بذارید، بنویسید لطفاً، استفاده میکنم. ببینم روش شما، اگر شما هم تو خونه خمیر پیتزا، خمیر جادویی درست میکنید به چه روشیه؟ نه خیلی دیگه چسبنده، یه مقدار شد اینا ببینید به دست چسبیده. یکم دیگه اضافه کنم. نیم پیمانه استفاده شد، فکر میکنم دیگه کافیه. ببینید دیگه آنچنان نمیچسبه، قشنگ میشه فرم داد با دست. من حالا میگم نمیچسبه باز یکم میچسبه. نه قشنگ باید اینجوری ورزش بدید که یه دست بشه، بعد متوجه میشید که بازم نیاز داره یا نه. بعد اینطوریش کنید، ببینید بهش ضربه بزنید. یه 10 دقیقه میتونید اینجوری ورزش بدید و همه جا هم بپاشونید، اصلا ایرادی نداره. خب به نظر من خوبه. ببین یه ضربه باز خیلی کم میچسبه. یه قاشق خیلی سرپر دیگه بسته شد. من همون میشه گفت تقریبا نیم پیمانه، چون پیمانم رو کامل نیم نریخته بودم. واسه من امروز 3 پیمانه و نیم استفاده شد. ولی خب خیلی وقتا هم میشه
همون سه پیمانه یا زیر سه پیمانه میشه ها. خب این کاملا ببینید دیگه خودتون دارید نگاه میکنید اصلا به دست نمیچسبه. ببینید این دیگه الان عالیه. حالا چی کار میکنید؟ قشنگ ظرفتون رو ترتمیز کنید به این شکل، قشنگ آرد و هر طرف که هست بهش اینجوری چیزش کنید، یه دستش کنید، برای اینکه چون این قراره بمونه و یه ساعتی بهش استراحت میدیم، چون میخوایم بذاریم یه ساعت استراحت کنه، این حجمش دو برابر میشه. الان شما قبلش رو نگاه کنید که چقدر هست، قشنگ اینجوری ورز بدید که قشنگ گرد بشه. خب بعد تو ظرفتون بریزید، برای اینکه چون این حجمش دو برابر میشه میاد بالا به دیوارا میچسبه. حالا شما میتونید هم به کمک روغن ظرفتون رو چرب کنید یا اینکه آرد بپاشید. حالا از هر دو روش میشه استفاده کرد. اینجوری که شد قشنگ گردش کنید، یه نایلون تمیز روش بذارید و یه دستمال توی جای گرم. حالا اگر زمستونه شما حتما روش یه پتوی یه ذره زخیم تر بذارید، اگر تابستونه با همین یه دونه پارچه نازک هم میشه. بذارید یه گوشه از خونه یک ساعتی استراحت کنه و تو همین دمای محیط آشپزخونه هم میتونید بذارید. بذارید یک ساعت استراحت کنه تا خمیرمون به عمل بیاد. من بعد از اینکه حاضر شد نشونتون میدم که وقتی میگم حجمش دو برابر میشه یعنی چه جوری. میذارم که استراحت کنه. بچه ها یک ساعت از زمانی که خمیر رو گذاشتیم استراحت کنه گذشته. همونطور که میبینید حجمش دو برابر شده. همین یک ساعت براش کافیه، نیاز نیست که مقدار بیشتری بهش زمان بدید. بعدم میتونید پف خمیر رو بگیرید و ازش استفاده کنید. قبلش حتما سطح کارتون رو با آرد یکم آرد پاشی کنید و بعد خمیر رو انتقال بدید بهش و هر جور که دوست دارید فرم بدید و استفاده کنید. این خمیر رو اونطور که میگن میتونید تا یه هفته هم داخل یخچال نگهداری کنید، ولی من اصولا این مقداری که درست میکنم یه پیتزای بزرگ یا حالا مثلا یه چند تا پیراشکی یا بستگی حالا به اون مقداری که برمیدارید چند تا اشتردل میده، اونقدر درست میکنم که این یعنی مقدار خمیر اونقدر میشه که قابل استفاده هست برای همون روزمون. دیگه هیچ وقت خمیر رو نمیذارم که بمونه، ولی حالا میگن اگر بمونم مشکلی پیش نمیاد. من ولی ترجیحم اینه که اینجوری تازه استفاده کنم. شما هم حتما درستش کنید، نظراتتون رو برام بنویسید و اینکه اگر انجام دادید و راضی بودید برام کامنت بذارید. خیلی خوشحال میشم که بخونم. موقع استفاده حتما پافشو بگیرید. مرسی که همراه ما بودید، تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. ممنون که کانالمون رو سابسکرایب کردید. یه نکته ای که بازم بگم، امروز کلی نکته بهتون گفتم در مورد خود کانال من هستش. دوستای عزیزی هستن که لطف دارن، دنبال میکنن، برام کامنت میذارن، ممنونم ازشون، مرسی که حمایت میکنید. یه سری از دوستان پیام داده بودن که ستاره جون تو وقتی ویدیو میذاری ما خیلی دوست داریم که ویدیو تو نگاه کنیم، ولی متاسفانه ویدیو تو مثلا قابل مشاهده نیست. بعد از یه مدت ما تازه میبینیم که شما قبلا یه ویدیویی گذاشتید، مثلا حالا در مورد آموزش بوده، ولاگی بوده. دوستان عزیزم اگر شما دوست دارید که ویدیو ما همون روز نگاه کنید، ویدیو من برای شما نشون داده بشه، شما باید زنگوله رو فعال کنید. همون لحظه براتون پیام میاد و شما میتونید ویدیو منو نگاه کنید. مرسی که همراه منید، خیلی خیلی دوستتون دارم. تا آموزش‌های کاربردی دیگه، خدا نگهدارتون.